در کابل هستم، همین وقت و زمانشه صد فیصد نمیفهم، اما قبل میفهمم که دکتر نجیب رئیس خاد بوده و ما هم هنوز به ماسکو نرفته بودم. فکر میکنم امی حدود آغاز سال 1985 بوده باشه. ما های الله یقینم گفته نمیتونم موچیشه، به حساب ما به هجری کدام چی بوده بوده هیچ یادم نیست، مگر امی سال 1984 بوده. زیارمل صاحب برای ما گفتن که امی خان عبدالولی خان، فرزند خان عبدالغفار خان، به حد آرزو داره خودت از نزدیک ببینه. ما گفتم زیارمل صاحب باز اون موضوع موسیقی است، باز موضوع خواندن است، مطلب هم یک مطلب است. گفت تو برادرم خودت چرا اینقدر حساس هستی در مقابل موسیقی و در مقابل از من؟ چرا اینقدر وسواس داری؟ چه به سودا داری؟ اونا پدرش هم امرای گاندیجی و در هندوستان کلان شده و پدرش خان عبدالغفار خان هم و خود خان عبدالولی خان هم در اون محیط کلان شده و موسیقی برای موسیقی احترام دارن. اگر عبادت در موسیقی نمیدونن، حداقل موسیقی رو به نظر بد نمیبینن، به نظر سبک نمیبینن. خب دیدم که بسیار زیاد موضوع رو جدی گرفتن و دیگه ما گفتم خب درست است، هیچ میایم خلاص. دیگه منتظر از امو روز بودم جایی که باید برم و در اونجا امی ملاقات کنیم. اگر دیده باشن از این پیشوری وزارت خارجه سرک رفته طرف جاده 26 سرطان، از این جاده 26 سرطان آدم عبور میکنه میای با وزیر اکبر خان داخل میشه. طرف دست چپ امو جای کلب باولینگ است و طرف دست راستش امی قصر بوده که ایره گاهی میگفتن که قصر آبا شاجان بوده، گاهی میگه قصر یک قصر دیگه است. من نمیفهم که از کی بوده، مقصد یک خانه هم اینجا بود. امی دعوت در امو خانه بود. خب اینجا آمدم ششتم خان عبدالولی خان امی آمدن امروی خانم خود نسیم ولی امروز زبو بود، خود زبی الله زیارمل ای بود، سلیمان لایق ای بود، آقای وفامل اونام در منج بودن. خب صحبت ها شد از این طرف و اون طرف. پسان دیدم که دکتر نجیب آمد و حبیب منگل سفیر افغانستان در مسکو که بود امیام کرش آمد. دکتر نجیب دیگه رئیس خاد هست، هنوز به ریاست جمهوری و اینا نرسیده، رئیس خاد هست. یه آمدم اونجا، خودم اونجا گفتم که چی میشه که موسیقی هم شب و اونا تم درست است. خب نفر معذب باید بره آصفه از خانه بیاره که تبله بزنم. خب ما برای نفر گفتم که برش بگوین خیلی خانه ما بره اما ارمانیه را کتاب چای با هم بگیرم. خب اما نفر رفت و یک ساعت بعد استاد آصف آمد، اما ارمانیه و کتاب چای را آورده بود. خوششتم اینجا صحبت ها بودن از این در و از اون در رویات شد. یک تیپ ریکاردر کلان هم اینجا مانده بودن. موضوع موسیقی آمد، موسیقی شروع شد و یک خواندن دو خواندن. به یک جای
خواندن ما امو شعر معروف فروغیست نفس نامسلمانم از گناه پشیمان شد، راهب به راه آمد، کافر مسلمان شد. به این مقطعش که در او تخلص شاعر میه، اما شعرش عشق تا پدید آمد دانش فروغی رفت، عشق تا پدید آمد دانش فروغی رفت، در کمال دانایی محو طفل نادان شد. این عشق به حساب طفل نادان اینا گرفتن که عشق یعنی طفل نادان و در کمال دانایی هم خود عقل است و اینا محو طفل نادان کمی عقل محو طفل نادان یا محو عشق شد. خود اینجا یک شعر گفتم به ارتباط ایم عشق و عقل. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، شش جهت شمال و جنوب و شرق و غرب، بالا و پایین، شش جهت. عقل تا یک جای رو میره، باز او حدود داره، از او بیشتر مریدی که در علم امو چیزهایی که تجربه شده ثابت شده، او به تجربه ثابت شده و امو یک تجربه در هر جای یک نتیجه داده، داخل علم شده، از فلسفه برآمده، از اسارت فلسفه برآمده و آمده علم شده. عشق تا پدید آمد دانش فروغی رفت. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عشق امی حدود نمیشناسه، با بال عشق میتونی هر جایی بری. ایره خواندم به ارتباط از امی شعر حافظ یادم آمد که به عنوان شافر ایرم گفتم تای زمان ببین و مکان در طریق عشق، امی در راه عشق امی تای شدن و پیموده شدن امی راه را شما ببینین، تای زمان ببین و مکان، زمان و مکان شما ببین که به چی ترتیب در طریق عشق شما میرین، تای زمان ببین و مکان در طریق عشق که این طفل یک شبه راه صد ساله میره. این طفل عشق در یک شب راه صد ساله که عقل میره ای در یک شب میره. اینا با هم ارتباط داشتی یا خب ما ایره خواندم و خواندن خلاص شد. به اینجا دکتر نجیب سر خود شور داد، گفت امی بیت بخلم برای ما گفتی، امی تای زمان ببین و مکان در طریق عشق این طفل یک شبه رای صد ساله میره. ای قضیه از چه قرار سره ای گفتی، ای گفت برای ما گفتی. آله در اینجا دیگه ای که آمده شش هفت نفرم با دیگاردایش اونا هم در اتاق دیگه شتنم گفت را کلچه اونا هم بشنون. خان عبدالولی خان هم همراه خانم خود در منجه ششته، سلیمان لایق رو بروی من و حبیب منگل هم پالوی دکتر نجیب و فامل او طرف شده زبی اولا زیارمن دیگه گفتی ده برای ما. قضیه از این قرار بود که یک هفته پیش دکتر نجیب از ضابطی به جنرالی رسید، این خواه یک وقت همو کورس اعتیاد خوانده بود در اونجا آدم ضابط چی میشن، ضابط به دوره ضابطی میرسه بیا. اما دخات کسی کار میکنه باید حتما رتبه کلان داشته باشه، رتبه جنرالی. از این موضوع ما زیاد خبر نداشتم، پسان خبر شدم. ای که سرم شور داده از خاطر از اینکه این طفل یک شبه رای صد ساله میدونم این رای جنرالی رو در یک شب از طفول از ضابطی به چی رسان نیره برای ما گفتی. ما گفتم رئیس بی چیز خواندن و شعر ما تقریبا چند سال پیش خوانده، ارتباط با مو داشت با مو اصل غزل، از این خاطر من این خواندم. گفت خو نظر خیده باره ما چی هست؟ ما گفتم خو این در گرمی بازار رو نرخ تانه معلوم میکردن که من در باره شما چی خواهد؟ گفت نه خو امی چیز با مو گفتم من در خواندنهای خود تنها در ایچی نیست که ما به صورت عموم در خواندنهای ما یک پیام هست، یک پیام هست و بسیاری از مطالب اگر ما به صورت آشکارا انتخاب کده نمیتانیم از طریق اشعاری که انتخاب میکنیم، پیامی که انتخاب میکنیم، در او امی کنایه ها و اینا به شکل مختلف آمده، مخصوصا امی اصطلاحات صوفیانه و عارفانه بر غنای ادبیات افزوده به خاطر این امی کنایه ها و اشاره ها که در اونجا آمده. گفتم اونمو گفت
گفت نه زبان به زبان نصر بگو قربان، چی میکنی حالا زبان کنایه و اشاره و شعر و اینا رو چی نکن، به زبان نصر بگو. گفتم به زبان نصر دکتر صاحب، من دیگه گپ خود نمیگم، من یک مشتی هستم از خروار، من گپ را میگم که در سرویس ها مردم بالا میشه، در سرویس چی میگن، در خانه ها که دسترخان هوار میشه، در اونجا نقل مجلس چی هست، در دفترها که سرپوست میشه، در گوشا، در اونجا چی میگن، ما اونا رو میگم. گفته هم اونا رو بگو. گفتم دکتر سب اونا میگن که با گپای را که انتقادای را که در پارت زرنگار میکردن اونا رو برعکسش کار میکنن شما. کسایی را که انتقاد میکردن اما انتقادا متوجه خود شما، کسایی را که بد میگفتن ولی همون چیزا، کسایی را که میگفتن مقررگی های به جای میکنن یا خانواده خود مقرر کردن ولی خانواده حزبیست و شما هم این همون کار را میکنن، این را میگن و میگن که 5% شهر از غیر حاضری برق خبر ندارن و 95% شهر از حاضری برق خبر ندارن، در وقت برق خبرشان میه که اونا همه گی خواه هستن و برای 5% از صبح تا به شام که بیدار هستن برق در اختیارشان هست. اینی میگه پارو گفتم به صورت عموم میدنه. با سری که طرف سلیمان لایق گفت سوایی ده، سلیمان لایق گفت رشتی هوایی، رشتی هوایی خلاص هم مقدر چی شد بین این موضوع. بازم این مجلس دیگه یک چند دقیقه دیگه هم دوام کرد، باز زو با رفتن آماده شدیم. خب ما همونجا یکی دو نفر بودن که باید مرا میرساندن، اما نام را آورده بودن باید پس میرساندن. دکتر نجیب بسیار اصرار کرد که در محترم رای ما بشه، دیگه تقریبا 1 بجه 2 بجه شب است، در موتر برای ما بشیم. ما گفتم اونجا، گفت بیا بشی دیگه زیاد چی نکن. باز رفتم در موتر برای خودش ششتم دیگه. خانه ما زی تقریبا 1-2 دقیقه یا 3 دقیقه فاصله داشت، از دیگه کلوب اسکری بود. آمدم که بشار همه گیش در تاریکی بود، پاک صاف در تاریکی بود، هیچ دیده نمیشدیستم چیزی، چراغ براغ. در پیش روی خانه اپارتمان ها که اونجا داشتم روبروی کلوب اسکریم، در اونجا آمدم، اونجا خداحافظی کردم برایشان. گفت نه نه برو از خانه، از سالون، از پشت پرده دست نشان بده که سالم رسیدی اونجا. باز مجبورم تو رفتم از سالون پرده رو پس کردم، دست بر شور دادم، در موتر ششتن رفتن دیگه. اول موتر پیش از ما رفت، یک موتر بادیگاردایش بود، دروازه بسار جیمز باندی واز شد و جیمز باندی و نامو تفنگ ها را کشیدن ایستون بسون در تاریکی، نه کسی بود نه چیزی بود. خب نمایش بود دیگر، امون نمایش خود اجرا کردن و رفتن. سبا رادیو رفتم، من رادیو رفتم و کار خود اجرا کردم. در رادیو تلفون آمد که لطفا خود خانه برسان. گفتم چی؟ گفت خانه برو بد میسته که بجام یعنی لحظه هیچی گفت خود معرفی هم نکرد. رفتم خانه دیگر، ما در اپارتمان بودیم، بالای سر ما آشپزخانه بود، از اونجا بیرون سیل میکردیم. خانم گفتم بودم برای ما، گفتم که برو خانه خودم گپی هست. رفتم یک 15 دقیقه بعد 20 دقیقه بعد دیدم که یک موتر آمد، یک چیز بار است در مابینش به اندازه چی بگویم امی اوان چی بگم داشه که دوچند بسازیم، اینه به اینو میاندازه، یک چیزی هست آینی در یک موتر و پشترش هم فورکلیفت میگن، چی بگن در میدان هوایی که میباشه، اما پشترش هم روان است. ای آمد در پیشونی خانه استاد شد و دروازه زد رو، من رفتم پایین، اما شخصی که ای را آورده بود گفت تیره دکتر صاحب روان کرده برای شما، نگوین که جنریتر است. ایره که آورد برای ما داد، گفتم من نام شما را نمیفهمم چه خطاب کنم، گفتم برای دکتر سلام مرا بگوین، اما خبرشان بگوین که ما دیشب هم گپایی که زدم در او شخص صادق فطرت هیچ مطرح نبود، آلم هیچ مطرح نیست،
صادق فطرت یک فرد از امی افراد اهمی شهر است، یک شهروند از امی شهروندای از امی شهر است، یک جزء از امی خاک است، یک گندم یک مشت از امی خروار هست. گفتم از این خاطر اما چیزی که با عام هست با ما هم باید باشه، ما چیز اضافه تر از او تقاضا ندارم. ما اونا را به خاطر خودم اون گپا را نزدم، منظور ما عمومی بود، به صورت عموم بود که مردم چی بگه. برم دکتر صاحب برای ما اصرار کردن که بگو چی گپ است، مردم چی میگن. من اون را گفتم مستی و راستی، گفتم ما یک شوخی براتون میکنم، دلتون باز برای دکتر صاحب میگن یا نمیگن ایره، مگر برای شما میگم بگیرم. گفت چی هست؟ گفتم دقدار یکی از امو ثروتمندا بود، دو سه نفر چهار نفر ثروتمند داشت، قندار بسیار معروف بودن. گفتم اونا یک فابریکه یخ هم داشتن و فابریکه گوگرد سازی هم داشتن. او گوگردار یا می ساختن، چون مرحله اولشون بود، تجربه اونا اوقدر زیاد نداشتن، معمولا که سه چهار تا خاشه را می کشید و را بیزدن که بازم فسفورش یا مفتاد اصول یا خالی می بود، اصلا فسفور نمی داشت، او را منداختن. دیگه در گوگرد دوم و سیوم که بل نمی شد، یک دو فاش می گفتن با مصاحب از کارخانه که میره می سازه، یک دشنام می دادن. گفتم باز مردم برای دمی شخص متمول گفت که برادر خودت اگر یک کار کنی که آرسوی دوم هم کنی. باز گفتم چه؟ گفت برای دمی آرس اول دو میزنن مردم، بهتر است آرس دوم بگیری که ابو برای دو زدن باشه، اما آرس اولت از خودت باشه. دیگه این خنده که تو گفتم برزو، گفتم اینجا همین چهار طرف که تاریخ باشه، ما همینجا میره روشن کنم، خانه ما روشن باشه که صدای بی خدای ازی جنریتره که در اونجا هست که صدای ازی در چهار طرفی میپیچه و باز خانه ما روشن باشه. شما فکر کنید که مردم چی خواهد گفتن؟ ما که همیشه به خاطر مردم پیام های ما بوده در مابین رادیو که خواندیم، سرودهایی که انتخاب کردیم، شعرهایی که انتخاب کردیم، در او با مردم بودیم. در مراجعین که در دفتر آمدن همیشه پلی مردم و مراجعین گرفتیم، امر آمرین در بسیاری موارد قبول نکردیم اگر امرشان دور از حقیقت بوده باشه. دیگه در اینجا باز اونا شاید با آسانی دشنام هم نتن و ما هم توقع ندارم که دشنام هم بشنام. دیگه از این خاطر امیر زاری براتون میکنم که پس ببرن دکتر صاحب بگوین که اما تو فکر میکنی که خانه ما از چراغان پر است و چل چراغ هاست چهار طرفش. با میره به هر صورت که از قبول کنه خلاص. گفت من میفهم که بسیار با یقین میگین، از این خاطر زیاد اصرار نمی کنم. گفتم سلام های مرا برای دکتر صاحب بگوین که یک جهان تشکر از توجه ایتان. یعنی می حادثه دمی سال 84 اواخرش امی حادثه تیر شد. دیگه اما یک چیز است، یک حدیث است، افضل الجهاد کلمت الحق عند السلطان جائر. در برابر سلطان جابر و جور دهنده و ستمگار کلمه حق گفتن افضل جهاد هاست. یعنی در هر وقتی که بوده با گای با زبان اشاره، گای با زبان صریح و واضح، اما حقیقتا پنهان نموندیم. و در هر وقت که بوده، فرض میکنم در وقت داوود خان همین بعد از کودتای 73 1973 یا 26 سرطان 1352، کودتایی کرد که چرا شاهی را از بین برد و به حساب جمهوریت آورد. در اینجا یک تازه میدان بود، دمی 18 نفر وزیری که مقرر کرده بود همش اشخاص بسیار شریف و نجیب بودن، بسیار انسانای خوب بودن، اما یکش اهل کار نبوده، به صورت تصادفی یکش اهل کار نبوده. یک متخصص زن
آوردن در وزارت اطلاعات و کلتور شاندن یک نفر است که عرضه و تقاضا را تعریفش نمیفهمه. وزیر امو شارگ مالی کشور را به دست از او دادن. یک کسی که برای عدالت در جامعه باید مقرر شود میکروب شناس در اونجا آوردن. و یک کسی که وزارت داخله را باید اداره کنه و اشخاص اهل به هر ولایت، حاکمای اهل به هر ولایت باید روان کنه. یک شخصی که در موتورسیکل سوارو از تبنگا ده افغانگی و پانزده افغانگی جمع میکد و برام قدیر تبنگ معروف بود، او را وزیر داخله ساختن فقط به خاطر ازی که او وزیر مالیه فرزند کسی بود که او رفیق داوود خان بوده، یعنی اشخاص مورد اعتماد از او بوده. سید قاسم رشتیا خداوند مغفرتش کنه کتابی در لندن نوشته کده بود، در لندن میگم در سوئیس، در اونمو امی موضوع چیره که عبدالمجید خان که باکتر لوگ بود در مورد ازی گفته بود که در هر دوره که بوده ای وزیر بوده و یک روز ای پیشنهاد سازنده نداشته و یک روز ای مخالف کدام پیشنهادی که از بالا مقام تو شده رد نکده و دوباره دو اظهار نظر نکده و در هر دوره ای وزیر بوده. و می شرایط ما در زندگی کردیم، در اونمو شرایط ما هم چکنیم که روزای چهارشنبه به قلم مجلس وزرا می شد و در اونجا اونا باید پلانهای خود و پروژه هایی که برای آینده برای افغانستان اینا چه میکنن مطرح میکنن، با کدام دولت ها به تماس شون، برای صادرات چی را تعیین کنن، برای واردات چی را تعیین کنن، یعنی سرنوشت مردم تعیین میشد برای موقت یا برای دائمی. در اون وقت در بیرون کس خبر نمیشد که چی شد، سر چی بحث شد، کدام چیزا قبول شد، کدام چیزا قبول نشد، چی میکنن، چی نمیخواین. در امو وقت ما امو سرود خانمی که ما از بیرون در شده مغرور صد فریب، ما از بیرون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چی تدبیر میکنن، پنهان خورید باده که تحذیر میکنن. امو چیزا یعنی با اصطلاحات صوفیانه و عارفانه اگر از گریبان میگرفتن که چی چیز تو گفتی، میگفتم که یه فلان شاعر در اون وقت گفته بود کنایه بیرون در، اونو که ما در میجه مغرور هستیم که ما خود ما سرنوشت خود را تعیین میکنیم، اما در لوح محفوظ در ایسه ما چی نوشته شده، اصل منظور اینجا است. لیکن ما منظور ما داوود خان بوده که او برای ما چی آش پخته کده در آینده. و در جایی که اختناق باشه و آزادی بیان نباشه، امی اشعار و امی اشعار صوفیانه و عارفانه مخصوصا از امی کنایه ها فراوان داره و ما هم از امی چیز استفاده کردیم. دوستای مهربان، در مدت چند سال در جای های مختلف که رفتیم، هم در خود لندن هم تلفنی رفیقا صحبت کردن و بالمواجه هم کسایی را که دیدیم، چند سوال است از ما کردن و برای زی که امی سوال شاید پیش کسای دیگه که با اونها رو بروی نشدیم در دل از اونها هم باشه، امی دوسته سوال بر شما مطرح میکنم که چی پرسیدن از ما و ما در مقابلش چی گفتیم. یکی از امی اشخاص مهربان برای ما از ما پرسان کردن که خودت در محافل کمتر شرکت میکنی و زیادتر انزوار اختیار کردی و پوشنشین استی و تماست برای مردم بسیار کم است، در حالی که هنر تو و هنرمند به صورت عموم هنر هنرمندا و خود هنرمندا متعلق به مردم هستن و اینا باید همیشه با اونا در تماس باشن و روابط اجتماعی بسیار قوی باید داشته باشن. گپشان معقول است، ولی هر کس در زندگی شرایطی داره، مصروفیت هایی داره، بعضی وقتا یا پرینسیپ هایی داره که از او هم تجاوز کردن مشکل میشه برای اشخاص. ما طبیعتا
خوش دارم به تماس باشم برای مردم، لیکن اجابات میایی که در اونجا آدم نمیتونه به تماس باشه. اول ما در مدت 22 سالی که آمدیم، ما به صفت یک پناهنده در اینجا آمدیم و برای پناهنده ها معمولا پناهگاه داده میشه، قصر برش داده نمیشه، خانه هایی که میمون خانه داشته باشه و شرایط زندگیش همطور آرام مثل که آدم در وطن خود چی میکنه همطور نمیباشه. بسیاری کسا هستن که خانه هایی که برشان داده اما سالون پذیراییشان به حد کوچک میباشه که به زحمت اما خود کاوچ و چوکی در او جایی میشه، باز چی رسه که نفرها باید در اونجا بین بشینن و چوکی اضافه هم باشه. یا این یک مجبوریت عام هست که چی داره در امریکا هم این چیز کمتر است، برای اینکه در اونجا اتاقهای کلان و اینا دارن، مگه در لندن به صورت موم تعمیرات و اینا باز برای پناهنده چیزهایی که داده میشه، جایی که داده میشه خورد میباشه. این چیز است دیگه. تماس با هر کس، پدرم یک وقت میگفت که وقتی که چی میکرد که هنرمندی بسیار مشکل است، میگفت که در جاهای دیگه غیر از افغانستان و بعضی کشورهایی که در شرایط افغانستان هستن، هنر میگه مخصوصا هنر عام‌پسند موسیقی میگه هم درد سر است و هم صندل سر هست. و صندل سر برای دیگه که صندل که آتش میزنن و در منقل مندازن، یا خوشبویی از او میخیزه، از عود هم و از صندل هم. او میگه برای درد سر بسیار مفید است. دیگه موسیقی که آن پسند یک هنر است، هم صندل سر هست و درد سر هم است. در افغانستان و کشورهایی که در شرایط افغانستان هستند، قیودات افغانستان، برای اونا درد سر بیشتر هست تا صندل سر. یعنی از هنر موسیقی آدم خیر کمتر میبینه، جنجالش بیشتر است. دیگه از این خاطر تماس محدود می باشه. و باز ما برنامه خاص و مخصوص برای خود دارم که وقت مطالعه ما معلوم است، وقت تفریح ما معلوم است، وقت خریداری های ما معمولا می خرچ و خریداری خانه و آوردن و بردن اینا را اطفال گفتیم که شما در سایتان بخوانن با مکتبتان برین و بیاین. امینا رو ما به دوش خود میگم که یک بهانه برای حرکت ما باشه، بگردم این طرف و این طرف. و ضمناً نوعیت چیزهایی که میارم در کجا این چیزهای تازه و خوب به فروش میرسه و در کجا ارزانتر است، در کجا قیمتتر است، امینا رو زیادتر، چون در زندگی ما در صحبتهای پیشتر خود می گفت زدیم که از کودکی، از 7 سالگی، 8 سالگی سودای خانه سر ما تمام شد. بعد از اون دیگه اما دشمن طاووس آمد پره او، اما سودای اول که مناسب و خوب افتاده بود دیگه باز گفتن که برای سودای نمیادم است. او گفت هم است.